در هر حکومتی در هر کشوری وضعیت زندگی مردم، شرایط اجتماعی، وضعیت اقتصاد، مجموعه وضعیت هر کشوری مسئولیتش در وهله نخست و نهایتا همواره متوجه هیئت حاکمه رژیمی که در اون کشور هست بوده در طول تاریخ هنوز هم هست یعنی شیوه دیگری ما برای مقایسه وضعیت کشورها نداریم اگر که وضعیت خوب است اون حکومت میتونه اعتبار کریدیتش رو به خودش بده و اگر هم بد هست باز هم اون اعتبار منفیش متوجه همون حکومت مردم عادی یک جامعه که نمیتونن برای خودشون سیاست های کلان اقتصادی به تحریزی بکنن یکی نمیدونم راننده تاکسی یکی دانشجو یک خانم خانه‌دار یک کارمند داره که نمیتونن سیاست های کلان مملکتی رو برنامه ریزی بکنن این حکومت ها هستند که تدوین میکنن سیاست گذاری میکنن